بسم الله الرحمن الرحیم. محمد حسن اسماعیلی هستم، در خدمت شما هستیم با جلسه دهم آموزش زبان انگلیسی صنف ششم. صفحه 45 هست و ما می‌خوایم در مورد زمان گذشته ساده در این جلسه صحبت بکنیم. گذشته فعل‌های ام و ایز و آر، واز و ور هست. خب ابتدا این ریدینگ که اینجا هست ترجمه می‌کنیم. هارون and his brother were very good men in our village. هارون و برادرش مردان خوبی در قریه ما بودند. Both brothers were intelligent and kind. هر دو برادر زیرک و مهربان بودند. هارون was a farmer. هارون یک دهقان بود. And his brother was a gardener. و برادرش یک باغبان بود. They were always busy on their farm and in their garden. آنها همیشه مصروف کارشان در باغ و فارمشان یا مزرعهشان بودن. They were never lazy. اونا هرگز تنبل نبودن. Both brothers get up early in the morning. وقت هر دو برادر صبح وقت از خواب بلند می شدن. They prayed their prayers and recited the Holy Quran in the mosque. گفته اونا نماز میخواندن و همچنان دعا و عبادت میکردن و قرائت میکردن قرآن کریم در مسجد. They always left their home after their breakfast. اونها همیشه خانهشان را بعد از خوردن صبحانه ترک میکردن. هارون's farm. فارم هارون was far from his house. از خانه هارون دور بود. He usually grows some crops like wheat, bean and corn. او معمولا غلاتی مانند گندم، لوبیا و جواری را پرورش می‌داد. His brother usually planted fruit tree and grow pretty flowers. گفته که برادرش معمولا درختان میوه قرض می‌کرد و گل‌های زیبا پرورش می‌داد. خب به سوالات میپردازیم. گفته که who were good men in our villages. گفته که چه کسانی در قریه ما چی بودن؟ چه کسانی در قریه ما خوب چه گفته که مردان خوب در قریه ما چه کسانی بودن؟ What were Harun and his brother. گفته که با هارون گفته که هارون و برادرش چه کسانی بودن یا چی بودن؟ گفته که were they both lazy. آیا اونا هر دوشون تنبل بودن؟ گفته که when do they get up in the morning. گفته که اونا چه زمانی هر دوشون از خواب میخستن؟ گفته که where did they recite the Holy Quran. گفته چه زمانی اونا قرآن کریم را قرائت میکردن؟ when did they leave home in the morning. گفته چه زمانی اونا خانه را بعد در صبح ترک میکردن؟ What does Harun grow on his farm? Harun در فارمش چه چیزی کشت میکرد؟ What does his brother plant? گفته که برادرش چه گیاهانی چی میکرد؟ پرورش میداد. Where was Harun's farm? خب همین فارم هارون در کجا بود؟ Who were busy on the farm and in the garden? گفته که چه کسانی در مزرعهشان و در باغشان چی بود؟ مصروف بودن. در قسمت جمله زر رو میخونیم و افعالی رو که حالا زیرش خط کشیده شده رو توجه میکنیم. مثلا گفته که I was at school yesterday morning. من گفته که من دیروز صبح در مکتب بودم. You were at home when I called you. گفته که وقت که شما به من زنگ زدین من در خانه بودم. شماره سومی، نفیسه was late for school because there was no bus. نفیسه مکتبش دیر رسید به خاطر اینکه اتوبوس نبود. شماره چهار، لطیفه was in her office when the principal came. گفته نفیسه در ادارهش بود زمانی که مدیرشان آمد. بعد گفته که شماره پنج، they were always busy when I saw them.
گفته که من همیشه چی بودم؟ همیشه مصروف بودم زمانی که من آنها همیشه مصروف بودن زمانی که من میدیدم. هارون was absent. هارون غیر حاضر بود. He was not in the class yesterday. او دیروز در کلاس نبود. We went to Pagman and we were there till evening. ما رفته بودیم به پغمان و تا شب آنجا بودیم. I was late. دیر کردم. Because the bus was late. بخاطر اینکه اتوبوس دیر آمد. The glass was full of tea. گلاس گفته چی بود؟ پر از چای بود. I drank all of it. من همه او گلاس خوردم و نوشیدم. The cups were on the table. گفته پیاله ها روی میز بودن. Now they are on the floor. اکنون آنها چی هستن؟ روی زمین هستن. خب این سوی جمله دارم به همدیگه میخوانیم. Was the test easy؟ گفته که تست آسان بود. Yes it was. بله آسان بود. Were the books difficult? آیا کتاب ها سخت بودند؟ No, they weren't. نه، سخت نبودند. Was he at school yesterday? گفته که آیا او دیروز در مکتب بود؟ No, he wasn't. نه، او در مکتب نبود. این جملات که به این شکل هست بهش میگن سوالات و جوابات کوتاه. یعنی جواب خیلی کوتاه ما به این سوالات میدیم. شماره 4. Were you at home on Friday? آیا شما روز جمعه در خانه بودین؟ Yes, I was. بله بودم. Was Najib with you this morning? گفته که آیا نجیب با شما امروز صبح بود؟ No, he wasn't. نه، او نبود. Were your friends in the in Estelof last night? در این قسمت من منظور استالف نمیفهمم. مثلا گفته که Were your friend in استالف last night? Yes, they were. حالا منظور کتاب از استالف نمیفهمم که دقیقا چی هست. شاید اینجا اشتباه تایپی بوده. Was Harun happy yesterday? آیا هارون دیروز خوشحال بود؟ Yes, he was. بله بود. Were you in your office when he came? گفته که زمانی که اومد شما در اداره بودین؟ No, I wasn't. نه، نبودم. Was happy lazy students last year? آیا گفته حبیب یک دانش آموز تنبل بود؟ نالایق بود سال گذشته؟ No, he wasn't. نه، او نبود. جملات زیر رو میخوانیم و حالت منفی افعال رو که هست به خاطر میسپاریم. بعد از معمولا was، بعد از was ما یک آد not میاریم. Was و were بعدش یک not میاد. I was not yesterday. I was not there yesterday. من دیروز اونجا نبودم. He was not at home last night. گفته که او دیشب در خانه نبود. نفیسه was not in class this morning. نفیسه امروز صبح در کلاس نبود. You were not at the office this morning. گفته که شما امروز صبح در اداره نبودید. They were not quiet in class. آنها در کلاس آرام نبودند. It was not on the table. گفته که آن چیز روی میز نبود. حبیب and حمید weren't sick yesterday. حبیب و حمید دیروز مریض نبودند. نفیسه and لطیفه weren't there. نفیسه و لطیفه آنجا نبودند. هارون was not late. هارون دیر نکرده بود. یا دیر نکرد. Weiss was not early. گفته که Weiss زود نیومد یا زود نبود. رحیم and ناصر were not at park on Friday. رحیم و ناصر روز جمعه در پارک نبودن. حمیدالله was not at home. حمیدالله در خانه نبود. Anwar was not Anwar was not in his class. Anwar در ادارهش نبود. حالا جملات زیر رو به شکل منفی میخوایم تبدیل کنیم. مثلا گفته که He was at school yesterday. گفته که او که هست دیروز در کلاس نبود. مثلا بیتیم بعد از was یک not میاریم. مثلا اینجا دقت بکنیم، بعد از was یک not آوردیم، بعد از was یک not، بعد از was یک not آوردیم، بعد از were یک not آوردیم، بعد از was یک not،
بعد از ور یک نات، بعد از واز یک نات، بعد از ور یک نات، بعد از واز یک نات و بعد از واز یک نات. پس به این شکل جملات میگیم منفی میکنیم. میگیم که هارون was sick in the morning. هارون امسوب مریض نبود. حمید was unhappy. حمید خوشحال بود. حمید خوشحال بود. I was absent yesterday. من دیروز چی بودم؟ غیر حاضر بودم. We were sick last night. ما دیشب مریض بودیم. She was at the library this afternoon. گفته که او در کتاب بعد از چاش در کتابخانه بود. این بعد از چاش در کتابخانه بود. You were at the hospital on Friday. گفته که ما روز جمعه در شفاخانه بودیم. He was late for school. گفته که او در مکتب دیر رسید. They were absent on Monday. گفته که آنها روز دوشنبه غیر حاضر بودند. It was dirty and I washed it. گفته که آن چیز کثیف بود و من آن را شستم. I was happy when I saw her. گفته من خوشحال بودم زمانی که آن دختر را دیدم. حالا برای جملاتی که حالا بیانی هست یک سوال در کتابچه‌تان می‌نویسید. مثلا گفته که الان اینجا جملاتی که گفته Were the books difficult؟ آیا کتاب ها سخت بودند؟ Was he at home last night؟ آیا او دیشب در خانه بود؟ Was it crowded؟ آیا شلوغ بود؟ Was اینجا دهی قسمت باید اینجا چی نوشته کنیم؟ Our نوشته کنیم. Was our teacher present last week؟ نه، استادمان هفته گذشته حاضر بود. Were they late yesterday؟ آیا آنها دیروز دیر رسیدن؟ Were they on the desk؟ آیا Where؟ گفته که آیا آنها در روی میز بودن؟ Was Harun sleepy last night؟ گفته که هارون، آیا هارون دیشب خواب بود؟ گفته که Was the kitchen clean yesterday؟ گفته که آیا آشپزخانه دیروز تمیز بود؟ Was the book on the table؟ آیا کتاب ها دستر میز بودند؟ Were they in Kabul last year؟ گفته که آیا آنها در کابل سال گذشته بودند؟ و به این شکل جملاتی که از شما میگن چکار میکنین؟ خانه‌پاری میکنین و داخل کتاب چایتان مینویسین. خب بریم سراغ داستان. این دفعه کاری که انجام میدیم یه که فقط متن انگلیسیش میخوانیم و متن فارسیش به عهده خودتون بزنیم. The Lion and the Mouse. Once when a lion, the king of the jungle, was asleep, a little mouse began running up and down on him. This soon up went the lion, who placed his huge paw on the mouse and opened his big jaw to swallow him. Pardon, O king, cried the little mouse. Forgive me this time. I shall never repeat it, and I shall never forget your kindness. And who knows, I may be able to do you a good turn one of these days. The lion was so tickled by the idea of the mouse being able to help his that he lifted his paw and let him go. Sometimes later, a few hunters captured the lion and tied him to a tree. After that they went in search of a wagon to take him to the zoo. Short stories. Just then the little mouse happened to pass by. On seeing the lion's sight, he ran up to him and gnawed away the ropes that bound him, the king of the jungle. Was I not right? Said the little mouse, very happy to help the lion. Moral:
Small acts of kindness will be rewarded greatly. تا جلسات بعدی، خدا نگهدار.